سلام، من سعیدم و 40 سالمه و مدت هاست که راننده ی تریلی هستم و دقیقا هم به خاطر شغلم تمام جاده ها و شهرها و بیابونای کشور رو گشتم. حدود 10 سال قبل بود که هنوز کامیون‌های قدیمی توی جاده‌ها زیاد بودن و منم با یه دستگاه تریلیکش ماک 18 چرخ کار می‌کردم. کامیون‌های ماک با دماغه کابین استراحت پشت راننده نداشتن و بیشترشون خودشون نصب می‌کردن. ماشین منم کابینش زیر کف تریلی بود که هر کی هم می‌دید فکر می‌کرد جعبه ابزاره، اما انقدر برعکس ظاهرش داخلش جادار و راحت و دنج بود که من عاشق استراحت و خواب توش بودم که تو خونه خودم اونقدر نبودم. در ضمن تمام امکانات رفاهی مهم رو هم داشت. خلاصه یه بار که از بندرعباس برمیگشتم رشت نزدیک قزوین چند کیلومتری تاکستان، دیگه دیدم چشم به زور باز مونده و اگر استراحت نکنم ممکنه حادثه پیش بیاد. برای همین سعی کردم خودمو به آبادی یا نزدیک پلیس و یا پمپ بنزین برسونم و بخوابم که لااقل امنیت داشته باشم، اما خواب امونم نمیداد. ساعت 2:30 بود. کنار جاده زدم بغل و پیاده شدم و دیدم اطرافم فقط باغ و تاکستان انگوره و به حدی هم تاریک بود که چشو نمیدی. راستی واقعا اون منطقه یه حس سنگینی داشت که تا اون موقع اصلا تجربهش نکرده بودم. انگار هوا ایستاده بود و هیچ حرکتی نداشت و همزمان هم سنگینی نگاه کسی رو احساس میکردم. یکم دور ماشین گشتم و بعد رفتم تو جعبه و در رو بستم. نمیدونم چند دقیقه گذشت که یک دفعه با صدای پا و راه رفتن چند نفر به خودم اومدم. یه بویی شبیه به آمونیاک یا گوگرد اسیدسازی هم میومد، طوری که انقدر حالم رو بد کرده بود که هر لحظه ممکن بود بالا بیارم. اطرافم اون چند نفر قدم میزدن و همزمان هم صدای گوشخراشی از خودشون در می آوردن. من از ترس خیلی آروم نفس میکشیدم و از سوراخ جعبه استراحتم بیرون رو نگاه میکردم که یهو صدای خیلی عجیبی کل اون منطقه رو فرا گرفت و دقیقاً همونجا بود که دیدم یکی از اون طرف سوراخ صندوق دقیقاً تو چشای من زل زده. وای خدای من، اون لحظه رو هیچ وقت یادم نمیره. از ترس تمام بند بدنم میلرزید و عرق سردی تمام بدنمو گرفته بود. من اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم و اصلا هم نمیدونستم اینا چی هن و کی هن. ولی چیزی که مشخص بود این بود که بهتر از صندوق خارج نشم. نیم ساعتی گذشت و تنها چیزی که تو این نیم ساعت به غیر از اون لحظه که چش تو چش شدیم، از سوراخ صندوق استراحتم دیدم پای اون موجودات کاملا سماننده. بله، اونا جن بودن و من ظاهرا تو بد مخمصه ای افتاده بودم، ولی خب با کمک خدا و فرستادن پیاپی صلوات اون موجودات ازم دور شدن و منم که فرصت و غنیمت شمردم سریع از صندوق خارج شدم و نشستم پشت فرمون و یکله رانندگی کردم تا خونه. وقتی دخترم کوچیک بود ترس شدیدی از آب داشت و من هر بار که میخواستم حمومش کنم باید یه دعوای حسابی باهاش میکردم. یه بار که داشتم همین جوری حمومش میکردم رو به من کرد و گفت مامان اینقدر منو دعوا نکن، من قبل اینکه بیام پیش تو توی آب افتادم و غرق شدم و مردم، واسه اینه که از آب بدم میام. خب
خواهر بزرگم وقتی نوجوان بود همش سر ساعت معینی بین 2:30 تا 3 نصف شب یک کابوس تکراری میدید و با جیغ از خواب میپرید. اون خواب میدید که یکی میاد تو اتاقشو توی خواب خفش میکنه. یه شب دوروبر همین ساعتا بود و من بیدار بودم و در حال کار کردن تو اتاقم با کامپیوترم بودم که یک دفعه احساس دستشویی رفتن بهم دست داد. همین که از اتاقم خارج شدم که برم دستشویی، یهو دیدم یه چیز سایه مانند از لای در نیمه باز اتاق خواهرم خزید و رفت داخل. به دقیقه نکشید که خواهرم طبق معمول هر شب با جیغ از خواب پرید و بعد از جیغ خواهرم به وضوح دیدم که اون سایه دوباره از لای در اومد بیرون و توی تاریکی گم شد. این اتفاق سال 68 برام افتاد. دقیقاً وقتی که 3 ماهه پسر اولم رو حامله بودم. نصف شب شوهرم پریشون و مضطرب منو از خواب بیدار کرد و شروع کرد سرم داد زدن که کدوم گوری بودی. ساعت 4 صبح بود و منم گیج و منگ در حال بحث کردن با شوهرم بودم که در مورد چی صحبت میکنی. خلاصه بیشتر که با شوهرم صحبت کردم فهمیدم از آخرین اتفاقی که من یادم میاد 2 روز گذشته و آخرین چیزی که یادم میاد این بود که تهمونده ی غذایی رو که برای شام سفارش داده بودیم ریختم دور و حدودای ساعت 7 بود که شوهرم رفت مکانیکی ماشینشو بیاره. شوهرم میگفت من خودم با گوشی براش اسنپ گرفتم تا مکانیکی بره، اما من هیچی یادم نمیومد. خلاصه بعد از این که شوهرم از مکانیکی برمیگرده میبینه من نیستم، ولی گوشی و کیف پول و کلیدام همه سر جاشونه. بنده خدا همه جا رو میگرده ولی منو پیدا نمیکنه. حتی بلافاصله میره سراغ همسایه هایی که باهاشون رفت آمد داشتیم، اما من اونجا هم نبودم. شوهرم چند ساعتی صبر میکنه و بعد زنگ میزنه به پلیس. و اما روز 3 که همین امروز باشه، من در حالی که لباس خواب تنم هست یهو توی تخت خواب پدیدار شدم. خلاصه که هنوزم که هنوزه ما نفهمیدیم داستان چی بوده و من کجا بودم و واقعا هیچ دلیل منطقی براش پیدا نکردیم.